پارلمان اروپا در حال روز پنجشنبه درباره توقف مذاکرات با ترکیه برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا رای گیری می کند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به این تصمیم اتحادیه اروپا گفته است که نظر آنها برای ما هیچ ارزشی ندارد <applause> رئیس جمهوری ترکیه گفت اگر ساکت بمانیم و درباره اتفاقهای اخیر چیزی نگوییم درباره خوشامدگویی اروپا به گروههای کرد و هواداران گلن چیزی نگوییم غرب به این رفتار خود ادامه خواهد داد و ستمگرانی را خواهد پذیرفت که با آنها همکاری میکنند و دستشان به خون آلوده است و تمامی منتقدان را نیز دیکتاتور خطاب میکنند <applause> رایگیری روز پنجشنبه اتحادیه اروپا درباره ترکیه در حالی صورت میگیرد که برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه معتقدند که مذاکرات با این کشور باید ادامه یابد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با اشاره به سرکوب رسانه ها و آزادی بیان در ترکیه گفت سرکوب آزادی بیان و توقف فعالیت رسانه ها و دستگیری صدها شهروند که ظاهرا تنها منتقد دولت بودند روشی برای ادالت خواهی نیست اما همزمان ما نیز نباید مذاکرات خود را به طور کامل با ترکیه متوقف کنیم با گذشت حدود چهار ماه از کودتای نافرجام در ترکیه بیش از 125 هزار نفر شامل نیروهای نظامی اساتید دانشگاهی قضات و خبرنگاران و فعالان کرد در ترکیه از سوی دولت بازداشت شدند و فعالیت دهها روزنامه و مجله نیز متوقف شده است.